مختلف باید رو اینا کار میشد، از موسیقی جوانان، نوجوانان، کودکان، بزرگان و همینجور رو اینا کار میشد، ولی خب هیچ کار نشده متاسفانه. در نتیجه اینه که همه چیز بلا تکلیف همینجور مونده در موسیقی ما و نتونستیم برای خودمون کاملا با هضمش کنیم، نتوانستیم به جهانیان نشونش بدیم. فکر میکنید که در آینده، در دهه آینده یا سالهای آینده، فکر کنید این ریشه موسیقی کلاسیک ما میتونه به این صورت در کشور ما باقی بمونه، دستی بهش نخوره و اصالت خودش رو نگه داره، یا اینکه به هر حال شما که جزء بزرگان هستید بعد از شما نسل هایی که میان نتونن این موسیقی رو به این صورت که شما به این صورت و به این محکمی نگه داشتید پرچمش رو در دست داشته باشن؟ عرض کردم که این بستگی داره به نوع برنامه ریزی آموزش فرهنگی مملکت که چه نوع رو این به اصطلاح چه برنامه ریزی درستی اعمال بشه یا نه نشه یا ولش کنن. اگر خب ول باشه و در حقیقت خب بله حتماً این اتفاقی بدی خواهد افتاد. چقدر دست دولت و چقدر دست مردم میتونه باشه چنین کار های؟ خب طبیعتاً ارگانهای فرهنگی خیلی تأثیر دارن، بحث دولت نیست، بحث به اصطلاح یک وزارت فرهنگ و هنره که بتوانه و بخشهای دیگر فرهنگی که بتوانند از صاحب نظره واقعی استفاده بکنن و از نظرات اونها استفاده بکنن در شوراهای مختلف و در حقیقت یک فرهنگ درستی رو به جامعه اعمال بکنن و در حقیقت آموزش بدن. این یک چیز همگانیه، یک چیز مردمیه در حقیقت که روی فرهنگ حرکت کردن. ولی خب اگر شاید دست فرد یا دست مثلا خود موزیسیان ها بمونه، خب طبیعتا موزیسیان ها که همیشه زنده نیستن، به تدریج که از بین میرن نسل بعد، طبیعتا شاید اون دقت نظر و اون عشق لازم و نسبت به اون موضوع نداشته باشه، یا شاید اصلا اینطور آموزشی رو ندیده باشه یا اینطور به اصطلاح طرز تفکری رو نداشته باشه که فکر کنه باید از تا پای جانش محافظت بکنه با چنگ و دندان از این موسیقی. این مربوط به یه نسل خاصی بوده که تا فکر کنم نسل مام شامل شده، ولی از نسل بعدی امکان داره اینطور نباشه. و اگر روی اصول درستی موسیقی ما به اصطلاح حرکت داده نشه، فکر میکنم که خب خیلی ضایعات خیلی بزرگی در آینده خواهیم دید که شاید خیلی موسیقی ما رو دستخوش خودش قرار بده و تضعیف بکنه. به نظرم غیر از شما چه کسان دیگه برای موسیقی اصیل ما در 4 دهه اخیر زحمت کشتن یا 5 دهه اخیر و واقعا به صورت یک اسطوره عمل کردن؟ من خب بولم که خیلی ها هستن که تمام استادای موسیقی که نام میبریم ازشون به عنوان یک استاد، اکثرا همشون دخالت داشتن در این موضوع و شاید اگر من اسم ببرم بعضیشون رو یال فراموش کنم بعد بشه. خوانندگانی که آمدن با صداشون تونستن این چرخ رو بگردونن و این مسیر رو تعیین بکنن و مشخص بکنن کیا بودن برایشون. تو خواننده ها خب خیلی ها بودن، از استادان زیادی داشتیم، مثل از همین دوره 40-50 سال محصول تو. بله خیلی ها بودن، مثل استاد حسین قوامی، مثل بنان، مثل مرضیه، مثل دلکش، عرض کنم که شجریان، صدیف و بسیار استادان دیگری به اصطلاح در این زمینه به وجود آمدن که باز من امکان داره حالا اسم بعضیشون رو واقعا الان همین لحظه فراموش کرده باشم، ولی خب در این زمینه به اصطلاح موسیقی کلاسیک بسیاری هستن که خیلی تأثیر داشتن. اون نسل قدیمی خب آواز و موسیقی که اونا خب هم اکثرا همشون خوب بودن،
ولی نسل که به نسل ما هم نزدیک هست و ما بچه بودیم و تا امروز باز بسیاری هستن که من چند تاشون من اسم بردم، ولی فکر می‌کنم که اسم بردن هم تو زیاد صحیح نیست، چون آدم یادش میره بعضیا و تو همون لحظه اریم شو چن شو عزیزم دل یارمونه، اری وک باغ چای بی او عزیزم تشنه وارم، لا 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 کجوری چو کجو بله. استاد ناظری، در تکنولوژی امروزی که ما در موسیقی جهان میبینیم، میبینیم که بسیاری از ریتم ترانه ها و آهنگایی که ساخته میشه رو تا اندازه عوض کرده. آیا فکر کنید این تکنولوژی میتونه در موسیقی کلاسیک ایرانی هم تاثیرگذار باشه یا خیر؟ بله، به طور کلی، چون یه مقدار ارتباط جهانی خیلی به هم نزدیک شده و بله میتونه تأثیر بذاره، همینجوری هم که گذاشته. به هر حال تو همه جای جهان میبینیم که دیگه شاید به اون صورت اون موسیقی کلاسیک که قبلا توجه بهش میشده کمتر شده، بیشتر زندگی ماشینی و اینترنت باعث این شده به نظرم که خیلی سرعت ها زیاد شده و بیشتر کارهای تفننی، تفریحی و زودگذر مورد توجه به اصطلاح یک جامعه شهرنشینی بسیار شلوغ با حرکت تند قرار میگیره. اون چون برای به اصطلاح کارهای هنری یک فرهنگ و یک صبر هنری و درک هنری لازمه که خب شاید در دوره جدید اینو کمتر میدن به جامعه و همه چیز رو ما میبینیم با در حال یک سرعتیه که و همه چیز امکان داره با یک دگمه زدن برای شما فراهم بشه. این خب اون صبر هنری کم میشه. حالا من نمیدونم این امکاناتی که کامپیوتر، اینترنت و تکنولوژی جدید به بشر داده تا چه حد آیا به نفعشه، آیا در آینده واقعا آیا این تغییر خواهد کرد و انسان آیا به این نتیجه میرسه که نه، این نتوانسته ارضا بکنه انسانو. و خب در یه جاهایی بوی از این میاد و به مشام انسان که میبینیم که مردم بیشتر تشنه معنویات شدن، بیشتر به اصطلاح به یک سادگی بیشتر توجه میکنند و خود این برای اینه که اون روح خسته انسان در اثر به اصطلاح زندگی آهن و تکنولوژی و ماشین و سرعت و اینترنت و تمام اینها گاهی وقتا خیلی خسته میکنه. تأثیر بله
حتما تاثیر میذاره. استاد نادری، چند سال است که شما در این رشته هنری فعالیت دارید؟ من که از بچه بودم دیگه، میدونم 55-56 سال. شما به عنوان یک اسطوره، به عنوان یک لژند، به عنوان یک پیشکسوت با سابقه 50 سال اندی، برای ملت ایران چیکار کردید غیر از اینکه کار هنرتون رو به عرصه تماشا گذاشتید؟ من جز یک مثلا نسلی بودم که خیلی آرمان خواه بودیم و خیلی ایستادگی کردیم برای موسیقی، جنگیدیم با چنگ و دندان، خیلی از حق حقوق خودمون گذشتیم خیلی جا. و ولی اون چی که خود من خیلی بهش مینازم اینه که حالا خب کارهایی که ماندگار شده و همینجور تو سینه مردم مونده، این خب خودش در حقیقت یک لطفی بوده که از سوی حالا کائنات برای من رقم خورده. ولی اون چی که من خودم خب الان مثل به قول مولانا انعکاس یک صدا برگشتش رو دارم میبینم، صداقتی بوده که خودم به عنوان یک هنرمندی کرد، این صداقت که با اجتماع و مردم و حرکت هنریم در تمام طی این سالها بوده، خیلی برای این خودم ارزش قائل هستم. و الانم خب میبینم که این صداقتی که من دادم دارم جوابش رو برگشت به خودم میشه و میبینم این خیلی چیز مهمی. چون که منم